ما من و وحید یه دونه لقمه از همین ساندویچیا زیبا گفتش که اینو بخوریم، بعد وحید اومد با من که شیر بکنه، بعد خیلی کوچولو بود نصفشو خودش خورده بود، نصفش مونده بود که تو گفتی یه ذرهشم به من بده. آره من نصف تو کردم سبز باز کردم و من نگاه کردم دیدم مثلا این توی یه تیکه از نونش کالباس و گوجه و اینا مونده توی یه تیکه یه دیگرش فقط نون. بعد من نگاه کردم ببینم که مثلا اینجا چاقو چیزی هست که نمیده قشنگ پاک بکنم که رو تا به یه اندازه بشه، بعد که باید گفت نه تو اصلا اینو بخور من یه دونه دیگه برای خودم چیزی کنم. بعد من حالا البته تو ذهن خودم هم بود که آقا یه چیزی میخورم براش میزنم که حس بکنم. بعد اینو که داشتم دیگه یه رفعه زیبا از اون برمیپره میگه بده بهش دیگه، بده بهش دیگه، اینو چیز کن بده بهش، که هم من هم وحید ناراحت شدیم که تو چرا اینجا اینطوری با تهاجم مداخله میکنی در صورت که ما خودمون با هم اوکییم و داریم اینو شیر میکنیم. پس زیبا اومد گفتش که نه چون سهر یه تهاجمی داره مجبورتون که از هم بخوریم کردی، ولی آزاردهنده بود برای ما هم برای من. آره مجبورتون کردم، مجبور کردی و اون لحظه برای من خودم آزاردهنده بود، اصلا هم برای خودم ناراحت شدم هم برای سهر. آره اصلا یه ارتباط دو نفره بود، هیچ ضرری هم بتون نداره، اصلا بذار ما خودمون انتخاب کنیم چی میخوان بخوریم. لقمه برای تو هم خوشایند نبود؟ با چه روشی میخوان بخوریم اصلا؟ آره تو چی؟ من هم از حالتت خیلی بدم اومد، بعد توضیحاتی هم که پشتش دادی احساس کردم که اون لحظه فقط میخوایی کار خود رو توجیه کنی که اگه من این گفتم به این خاطر بوده، به این برگرام داده، به اون برگرام داده، در صورتی که تو سر بشکار، سر رمز در خونه سیما، سر آدرس پیدا کردن، یعنی انقدر ایرادات بنی اسرائیلی اینطوریه میگیره کسی که انگار مثلا یه چیزی داره، یه حساسیتی داره. آره. داریم اون برخورد تهاجمی، نه برخورد با ملایمت، نه سریع تهاجمی انفجاری برخورد کرد. خب مشکان این صحنه رو تو دیدی؟ من خودم آزاردهنده است، این برخوردهای تهاجمی آزاردهنده تو هم میتونی. خودش هم اون شب یادت باشه خیلی چیز شده بود که اکسپت کردم، ولی الان دوباره مثلا میگه آره من ناراحت نیستم که تو اشتهات بزنم. اشتهاش کوشه و تو چی کار کردم مقابل وحید کرد؟ کاری که وحید کرد اومد برای من یه دونه اوردر داد و گفت میخوام بیا یه ذره جلو تا دو تایی میخوام که حتما این رو من حساب کنم، چون میز و مشتاق جون لطف کرده و حساب کرده، ولی گفت من مخصوصا این ساندویچ سحر رو من میخوام حساب کنم که خیلی برای من ارزش داشت. بعد چی کار کردی؟ چی کار کرد؟ توی همون لحظه دقیقا اشتهای من برگشت و اشتهای تو دو تا عکس هم گرفت، بعد که هر دوتاتون هم گفتید اینو بگیرید و عکس بگیرید، بعد هم که سریع نه سریع گفت این عکس رو بگیر، آفرین عکس بگیر، تو هم همینطور تو هم گفتی یه گرفت. خب بعدن چون الان شلوغه باقلوا توی خونه چیز بکن ماریا اومده توی خونه اونا یه دونه جعبه بزرگ باقلوا آورده ولی فقط بازش کرد، یعنی مثلا میخواستم عکس بگیرم همون باز کرد فقط، بعد یه دفعه زیبا وای نخوری ها با یه چیزی که بعد من اون لحظه چیز شده بخور وای بخور یه چیز آره. برداره یعنی یه حالت هایی که انگار آره با وجود اینکه من ببینید اون لحظه من وقتی میگم که شوخی نباید شوخی ما زمینه جدی داره، من این حرف رو که شوخی کردم ولی اثرش رو گذاشت، اثر منفیش رو گذاشت، پس این که میگم در کائنات شوخی و چیز نداره و این کار خیلی خوبی گفتی، چون من الان بگم شوخی کردم بی خود شوخی کردم، حتی در همون شوخی من یه زمینه عینی وجود در هست داره. که این جدیت و این حس کرده. خب چیکار کردی اون لحظه؟ آره گفتم چرا میگی
نمیگی نخوره، وحید بخور، یعنی بخور. گفت وحید تو بخور. با این که اصلا قصد خوردنش رو نداشتم، یه دونه کوچولوشو برداشتم و خوردم. تو اصلا من باز میکردم. خوب کردی. آره، شما تجاوزی که من به شما میکنم و تعرضی که میکنم مقابله به مس بکنی. دقیقا. بکنی. خوب کردی داره. اگر مقابله به مس نکنیم ما رو له میکنیم. آره، له میکنم. لهتون میکنم. مقابله به مس که نمیشه گفت. یعنی باید اون چیزی رو که حس واقعیت انجام بدی. چون مقابله به مس مثل یه جنگ میشه. ها آفرین، یعنی همون کاری که خودت دوست داری رو میکنی مثل همین صفحه حسد میگه درسته بکن، نه صرفا به خاطر مقابله به مثل. من زیبا این کاری کرد، بعدش برگشت گفتش که من خوشحال شدم اشتادم. من با خودم گفتم اینو من تلافی میکنم. من چون موافقه حس نیستم، من چون احساس کردم که این به من آره گفتم خوشحال شدم اشتهات رفت. حالا اشتهام که اومد، ولی آره. اون باعثش شد بیاد. دقیقاً همین تعرضش تو اون روز بازارم بود دیگه. من می‌خواستم بلال بگیرم، اما من حواس کردم اینو می‌خورم. تو نمی‌تونی به من بگی اینو نخور. سر همین مایوه. سر همین هیچکس نباید، یعنی واقعا دیگه آدم باید خیلی مونگل باشه که به این بگه مایو. من این مایو نیست. بعد اومده اونجا، من اصلا اونجا دیده ای گفتم اینش خودم پیش شده بودم، زودی رفته این اصلا همه چیش برای من چی بود که من اومدم خونه فقط با خودم یه چیز بودم، گفتم من محال با این برم دوستم و دیگه هی با ماریا چیز رو کردم ببینم ماریا بسن ماریا چیز برای من بیاره فلان کرد، از همه نظرم گفتم من محال با این برم دوستم. خب حالا من چی میگی؟ من میخوام بدونم که اول قبل از اینکه اینو من بگم، تو به عنوان یک کسی که ناظر این جریانات از اول بودی در این مسائل رو چی جور دیدی و نظرت رو بگی به برخورد من بی ملاحظه. جان من ترجیح میدم که اول تو خودت جواب بدی که علت اینه که توی اینجور مسائل مداخله میکنی نظرت چیه، یعنی حتی در مورد مایو، در مورد نخریدن بلال میدونی. چون من الان یه شخص سومم، نه در جایگاه بچه‌هام چون یه آدم تازه واردم، نه در جایگاه تو هم. همینطوری که نشستم میگم خب دارن تقسیم اینه که اینو خودشون تصمیم بگیرن. مادر شوهر بازی در آوردم. تو چرا میخوای دخالت کنی؟ بر من جای سواله. آره. که اوکی اگه تو داری یه چیزی رو کار میکنی با بچه ها که زمینه که تو خودت ایراداتی داری 100%، ولی از اون بخشی که میخوای با بچه ها میخوای چی رو بهشون برسونی؟ ببین منم اون لحظه ببین اون لقمه بگم یه چیزی بگم، ببین انتقاد رو ما میپذیریم، انتقاد بکنه ولی با اون شکل نه، با این تحکم نه، چون نتیجه برعکس میده، باعث میشه من لج بازی کنم، میگم مثلا این نمیخوردیم دوتا بیار من اصلا خودشو خودم میدونم. ولی شما ها دوست دارین که زیبا جون حتی در مسائلی مثل یه بلال خریدن هم نظر بده و مداخله کنه، در این که بگه به نظر بده، میتونه بگه که وحید حتی نظر بده، آره نظر بده، یعنی با اون تحکم و با اون چرا میخری مثلا چرا میخری با بلال داریم دیگه مثلا غذا. من اون رو واقعا بر من آزاردهنده است، این برخورداش آزاردهنده. آره حالا خب. شما چی میفرمایید؟ من فعلا شنیدم تو خونه میگم. اوکی شما فکرات رو ولی تو اینجا کلن چیز دیدی دیگه، یعنی اینجا ایراداتی رو در برخورد من حس کردی در این صحنه ها. ببین نمیتونم به طور 100% بگم ولی یه چیز جدیدی بود. اول پیش خودم فکر کردم که خب اینا با خودشون تصمیم بگیرن، دوتا آدم بزرگن. آره خودشون میتونن تصمیم بگیرن میخوان با یه دونه لقمه چی کار کنن، اصلا میخوان ریز ریزش کنن، اصلا میخوان قلمبه بخورن. لقمه من بود هرچی. خب لقمه شما تا یه جایی بود، تا یه جایی بود، از یه جایی به بعد که نه.
آره درسته. دیگه از اختیار شما خارج. خارج دقیقاً. ولی حالا علتی که شما دوست داری اصلا این چرا؟ ریز مسائل باشی. اول یه کاری میکنه بعد میشینه مثلا چه آره چه خیلی وقتا خیلی وقتا ببین نمیتونه مثلا از نظر چیز اون لحظه مثلا حتی بگی که من چرا این مسئله درسته به خاطر اینکه در خیلی از جاها من احساسم هنوز وزنه احساسم اوکی هنوز وزنه احساسم با وزنه این دوتا مثل زن و شوهر منطقم و احساس هم هنوز این دوتا کاملا همراه با هم نشد یه موقع کن دیکتاتوری میکنی یه موقع این دیکتاتوری بیشتر این کاری که میکنیم یعنی مثلا کاری خوش میشون من خیلی جواب برای این احساسی که این کار که انجام میده این جواب نده ولی وقتی این از این میپرسه چرا این کار کردی چی بود این منطق شروع میکنه به این که پیدا کنه و من که خیلی خوشحالم این اتفاق افتاد و این هم گفتم و برخورداشون گفتم و این که ریشه هاشو من بعدا توی چیز بیشتر فکر میکنم ولی من در رابطه با هر دوتاشون هم مسائلی دارم که در یه همچین چیزهای خودشونشون میگم و اینو خیلی نقطهشون خیلی خوبی دیدم خیلی خوش آمدن ولی بعد صحبت میکنیم الان برام آره چیز نیست این مسائل آنالیزی رو ولی فعلا در این حد که این اتفاق کنید برای فکرم مرسی آمدن تمام شما دو نفر گفتید که یعنی اول وحید گفت ما با همدیگه از این که لقمه های همدیگه رو بخوریم مسئله ای نداریم خیلی مسافرت ها شده که البته میگم من آردم سهر یه لحظه هم چی بود بخاطر که من همیشه مثلا ممکن بود یه غذایی باشه من بودم که نمیتونستم بعد وقتی تو برگشتی گفتی که من ما مشکلی با تو نداریم من گفتم که خب من تو گفتی که الان امتحان نه اول گفتم تو هم این مایی که میگه تو هم نداری بعد تو گفتی چی اگر هم داشت داشتم الان دیگه ندارم گفتم خب اگر ندارید خب نشون بدید چیکار کردی خب الان میشه لقمه هاتون عوض کنید خب همینو به اینقدر بخور بعد اون نصفشو بده بهش آخه آره آها چه لغمه ایم با باید یواش آها آده نمیدونه چجوری بخوره خب تشکر